گوشیتون روشن کنیم ببینم. خب این آخرین جلسه‌مونم شروع بکنیم. اگر سوالی داریم مطرح بکنید. سلام استاد، ببخشید این بلندتر بزن. الان خوبه؟ بله. این لاندایی که گامایی که نوشته بودیم که میشد درست. یک دوم جی در حالا ضرایبش، بله. اون یه تانسور مرتبه سه هست، درسته؟ بذار بیارم ببینم. کدوم صفحه است؟ الان صفحه شو میگم. صفحه 82 استاد، یکی دو صفحه جلوتر. صفحه 82. کتاب من صفحه 82 نیست. نه هنوز جلوتر، 5 صفحه جلوتر. جلوتر از این؟ نه. بله. باز جلوتر؟ بله، یه صفحه دیگه فکر کنم برید درست بشه. الان باید این باشه. هنوز برای من نیومده. این صفحه چند؟ نه. الان برای خودم پیدا کرده بودم اونو. آه این رفتید عقب استاد، صفحه رو بردید عقب تر. میخوایی باشه هر وقت به اونجا رسیدیم میپرسم. خب چی میخوایم بگین اونجا؟ میخواستم بدونم تانسور مرتبه چند هست؟ مرتبه سه، درست میگم؟ چون سه تا مؤلفه داره، سه تا پارامتر داره. اونو بعدن خواهیم دید. تانسور رو من هنوز تعریف نکردم به چی چیزی تانسور بگیم. حتی بردارم تعریف نکردم. حتی در این فضای خمیده اسکیلر هم تعریف نکردم. که اونا رو تعریف خواهم کرد. اتفاقا شاید همین امروز آخرین درس قرار بود این کار رو بتونم بکنم. مثل که دارم نزدیک میشم. بله همین صفحه است اینجا. بله. این تانسور نیست. ست اندیسی هست ولی تانسور نیست. و تعریف تانسور رو خواهم داد. تعریف ببینید، تعریف سکیلر خواهم داد، تعریف بردار خواهم داد، تعریف تانسورهای رنگ بالاتر رو بسته بینی که هموردا باشن و یا پادوردا باشن، اونا رو هنوز بحث نکردیم. این یک کمیت اندیشیه ولی تانسور هم نیست.
اینو باید دقت بکنیم. در فضای مینکاوسکی اگر یادتون باشه اکس میو رو گفتیم برداره، و اگر بخواین از یه دستگاه اکس میو بریم به اکس پرایم میو، یه قانون تبدیل بود دی اکس میو به دی اکس نیو پرایم، این بود دیگه، و یک لامدا تعریف میشد از روی این ماتریس تبدیلمون. بله بله، اون قانون تبدیل، هر چهار چیزی که قانون اون قانون تبدیل رو مراعات میکرد اونو میگفتیم بردار. در مورد تانسور رنگ دو که دو تا اندیس داره، هر کدام اندیس ها اگر مثل اکس میو ترانسفورمیشن پیدا میکرد اونو میگفتیم تانسور رنگ دو در فضای مینکاوسکی. حالا فضای نسبیت عام فضای مینکاوسکی نیست، یعنی متریکش به صورت اتامینیو دی اکس نیو دی اکس میو نیست، بلکه به صورت جی میو نیو دی اکس میو دی اکس نیو هست. اون وقت حالا بنابراین باید ببینیم که چه چیزی رو بگیم بردار، به قانون تبدیل بردار از یک اکس میو به اکس پرایم میو چی خواهد بود، و همینطور برای تانسورها، وقت این در طب تانسور تعریف بشه. گاما نیو، گاما لامدا میو نیو که این همبستارهای افاین، افاین کنکشنز یا کریستوفل، نشانه های کریستوفل، یک کمیت اندیسی هست، ولی اندیساش مثل یه بردار تبدیل نمیشه. اینو بگذاریم برای یه مورد دیگر، مفصل بحث خواهیم کرد در مورد این. برای این پرسیدم که وقتی میخوایم بنویسیمش، عملا اگر یکی از مثلا لاندو رو اگر یه عدد ثابت بگیریم از اون چهار تا انتخابی که داریم، بعد برای هر لاندوی عملا یه ماتریس، حالا نیام تانسور، یه ماتریس چهار در چهار داریم، درست میگم؟ بله. این الان ببینید، این شون برای لامدا میونی و معین شما هر کدومش چهار دیگه، چهار ضرب در چهار ضرب در چهار، 64 تا از اینا میتونیم بنویسیم. منتها یه نوع سیمتری دارن، تقارن دارن. اگر میو و نیو را عوض بکنید، همینجا هم الان میتونیم ببینید. میو و نیو رو عوض بکنید، عوض میشه یا نمیشه؟ من یه چند تایی رو امتحان کردم، قرینه میشه، ولی برای همهشون فکر نمی کنم اینطور باشه. چون جمله اولش که جمله اولش قرینه میشه، ولی جمله دوم علامت، جمله دوم سوم علامت عوض میکنن، بنابراین تقارن هم نداره. بله مشکل هم ولی نه داره، تقارن داره. وقت نسبت به جی میو نیو، میو و نیو تقارن داره، بنابراین چون تقارن داره از این لامدا رو ثابت بگیرین، و برای لامدا میو نیو 16 تا میشه دیگه، برای هر لامدای ثابت یک ماتریس 16 تایی میتونیم بنویسیم، و چون تقارن داره از این 16 تا 4 تاش روی قطر بذارین کنار، 12 تا میمونه، و 12 تا 6 تای بالای قطر 6 تای پایین قطر با هم دیگه برابرن، پس بنابراین 10 تا برای هر لامدای ثابت میشه، و اون وقت لامدا هم 4 تا است، بنابراین اوش از 4 تا تبدیل میشه به 40 تا از اینا دارین، از این لامدا میون نیو ها دارین. اینا رو بعدا بحث خواهیم کرد. خیلی ممنون.
خب بذاری من برگردم، باز دوتای دیگر سوالی دارین؟ آقای جامیر، آقای دیگی که بود آمد، آقای سباهی سوالی دارین؟ نه استاد. بسیار خوب. من گفته بودم که اون قانون حرکت رو، معادله ژئودزیک رو برای روی کره بنویسین حل کنید، یا برای اون متریک تقریبی که یک کمی فقط با مینکاوسکی که تفاوت داشته باشه بنویسین و معادله حرکت نیوتون رو به دست بیارین. این کاری کردین یا نکردین؟ ببینید. بله. شما کردین؟ بله. بقیه چی های سبایی کردین این کار رو یا نه؟ نه خیلی استاد، من انجام نه. اون وقت عقب میمونین دیگه، کار منم مشکل میکنین دیگه. عذر میخوام تکرار نمیشه. خانم دانشور گفت کرده. آقای جامر، شما این کار رو کردین یا نکردین؟ استاد منم انشالله تا امروز میکنم، چون واقعیتش ساعت 2 امتحان داشتم، درگیر اون بودم، انشالله امروز انجام میدم. نمیدونم با شما چی کار بکنم. ببینید، این قانون حرکت یه ذره، این معادله، قانون حرکت یه ذره در فضایی که گرانش اون را خمیده کرده، اون وقت این گرانش رو باید توی این لامدا پیدا بکنیم و یه متری که تقریبی بهتون داده بودم بگیریم. متری که تقریبی فکر میکنم صفحه بعد باید باشه. متریک رو دیستو رو بنویسم ببینم که متریکش به چه صورته. ببینه این متریک فضای اکس وای زدش تخته، نوشته شده دی اکس دو، یعنی دی اکس دو، دی وای دو، دی زد دو. ولی جمله اولش عوض این که سی دو دی تی دو باشه شده است یک بلاوه ایج، که این ایج هم تابعی از اکسه، سی دو دی تی دو. یه مختصری از فضای مینکاوسکی تفاوت داره، اونم در این جمله زمانش. وقت استدلالمون هم این بود. خیلی خوب، حالا اگر در یه فضای گرانش نباشه ما باید متریک مینکاوسکی رو داشته باشیم دیگه. حالا که گرانش هست و گرانش اگر ضعیفه، یعنی معنای ضعیف هم این بود، پتانسیل گرانشی تقسیم بر سی دو یا سرعت ها تقسیم بر سی دو، سرعت وی دو تقسیم بر سی دو، اینا کوچیک باشن، اینا دیمانسیون ندارن، اینا بود ندارن. و اگر اینا کوچیک بودن فضای مینکاوسکی، فضای خمیدمون با فضای مینکاوسکی خیلی نباید فرق داشته باشه. این فرق رو در این تابع ایج اینجا نوشتیم، حالا نمیدونیم چیه. حالا اگر حرفامون درست باشه، قانون حرکت عبارت است از این معادله، خیلی خوب، حالا بیایم این معادله رو برای اون متری که تقریبا مینکاوسکی حل بکنیم. چگونه حل بکنیم؟ اول از همه باید، چون متریک رو داریم، این لامده ها رو میتونیم حساب بکنیم از روی متریک.
این رو که حساب میکنیم میبینیم که از تمام این لامده ها فقط لامده صفر ببخشید لامده آی که آی اکس وای زد باشه و صفر صفر چیز غیر صفره، یعنی از این 40 تا لامده که الان شمردم من براتون فقط یه دونه چارتاش لامده چارتاش هم نه ستاش لامده یک صفر صفر لامده دو صفر صفر و لامده سه صفر صفر ای غیر صفره. اون وقت بنابراین اونا رو میاریم توی این معادله میگذاریم، یه دفعه برای لامدا رو صفر بگیرین، یه دفعه هم یک دو سه بگیرین این لامدا رو، این گاما ها رو هم حساب بکنید و بنویسید و ببینیم چی در میاریم. این الان مشتق دوم مکانه، یعنی شتابه. اگر اکس لامدا مختصه یه ذره باشه که حرکت میکنه، این الان شتاب اونه و دی اکس میوب دی سیگما سرعتشه. زمنم بهتر بود که من این رو برای نور نوشتم، برای اجسامی که جرم ندارن و دیتا دو برایشون صفره بهتر بود که برم با این کار بکنم. دیتا دو یالان شتابه، اینا سرعتن. وقت اینا رو هم بر حسب جیمیونو دادم، نه این فرمول بلکه فرمول دیگری که این پایین داریم بر حسب اونا دادیم. خیلی ساده است، این لامدا است، اینا مشتقات جیمیونوه. شما بیاین این رو بگین که لامدا صفر، اینم صفر صفر، بیارین حساب بکنید اینا رو ببینید چی میشه. ببینید اگر لامدا صفر باشه لابد رو هم صفره، چون متریکمون متریک قطریه، جمله غیر قطری نداره. اگر من لامدا رو صفر بگیرم رو هم صفر، اگر رو صفر باشه یعنی این سی دی تیه، دی دی تی سی دی تیه. وقت میو رو یک بگیرم، میو رو اگر یک گرفتم اینجا نیو حتما باید صفر باشه، رو هم صفر گرفته بودم، اینم صفر گرفته بودم، اینم صفر شد. پس بنابراین میبینید که همه اینا رو میتونید حساب کنید. لامدا یک صفر صفر رو حساب بکنید، لامدا ببخشید لامدا صفر 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 رو حساب بکنید، لامدا صفر شد رو صفره، میو صفر شد نیو هم باید صفر باشه. حالا اگر اینا همه اینا صفر صفره، خیلی خوب، مشتق صفر صفر یعنی دی به دی تی، مشتقا این جملات میشه دی به دی تی. و اون جی که من تعریف کرده بودم فقط یکی به علاوه ایج تابع از اکس بود، پس بنابراین تمام این مشتقات نسبت به مکان به نسبت به زمان صفره. پس لامدا صفر صفر صفرتون صفره، به همین سادگی. حالا لامدا رو بگیرین یک، لامدا رو بگیرم یک، رو یک، رو اگر یکه این دی اکس، میو رو بگیرم صفر، پس بنابراین نیو باید صفر باشه. پس لامدا یک صفر صفر من دارم، از صفر صفرم که دی به دی تیه، اینجا دی به دی تی هم که ندارین، این خواهد شد دی جی صفر صفر به دی اکس یک که میشه دی ایج به دی تی، دی ببخشید
DH به DX به همین سادگی اینا رو پیدا میکنید. اینکه ببینید این فرمولا این هیبتشون آدم میترسونه، ولی الان من اینا رو که گفتم همین تو ذهنتون ذهنی میتونید این رو حساب بکنید. متریک قطریه، لامدا رو بگیرید صفر پس رو هم صفره، اگر رو صفره میو هم صفره، نیو هم صفره. تنها چیزی که در این شما لامدا صفر صفر صفر، اون وقت این هم مشتقات نسبت به زمان هستن. متریک ما هم تابعی از زمان نبود، برابر این تمام این جملات دونه دونه صفر میشه. پس لامدا صفر 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 صفر. لامدا را بگیرین یک، رو یک، رو یک لابد میو هم یک، نیو هم یک. پس بنابراین رو را یک گرفته بودم، بله، پس این خواهد شد دی، نه لامدا را بگیرین یک، میو را بگیرین صفر. وقت این چی صفر صفره، اون وقت اینجا هم این چی شده بود، این لامدا را یک گرفته بودم، لامدا را اگر یک گرفتم این یکی رو یکی، این رو یکی، رو یکی، رو یکی، و اگر میو رو صفر بگیریم فقط این جمله میمونه. و اون وقت شما از روی این متریک میتونید اینو به دست بیارین. از بین تمام اون لامده ها، لامده صفر صفر مساوی با صفره، لامده آی صفر صفر منها یک دوم دی ایج به دی اکسه. حالا اینو بیاریم بگذاریم توی این معادله، توی اون معادله ای که بالا داشتیم، دی دو اکس آی به دی تی دو برابر میشه این دیگه به جای این جمله این ور معادله با علامت منحاس ببرین اون طرف میشه این مقدار. ولی اگر شما فضا مو خمیده است دیگه، اگر فضا خمیده است به خاطر گرانش، شما اگر شتاب جسم رو با گرانش نیوتونی حل میکردین اینو مینوشتین به نهای دی فی به دی اکس آی. اگر اینطور مینوشتین این دوتا رو با هم مقایسه بکنید، دی اکس آیشون مشترک با همه، فقط این ایج داره یک دوم سی دی تو، پس بنابراین ایجتون باید باشه دو فی تقسیم بر سی دو. پس بنابراین در گرانش ضعیف متریک خواهد شد یک منهای دو فی بر سی دو دی تی دو، و بعد بقیهش هم یک یک یک. بعد شپ مینکاسکیه این، و قانون حرکت نیوتن رو هم درست میده، شتاب مساوی گرادیان گرانش، این نیروی گرانش میشه. سوال داریم بکنید؟ نه باشید باشید. من وقتی می نوشتم یه علامت منفی کم داشتم، بعد خودتون هم اینجا گفتید که متریک اینو بگیریم یک منهای H، ولی اون چیزی که باش شروع کردیم یک بیلابه H بود. بله. این اتساع زمان را هم خوندیم. بنابراین از این روش نیوتن، روش انشتن که بگیم که فضا
در حضور ماده خمیده میشه، ماده در تقریب گرانش های ضعیف قانون حرکت نیوتن را درست به دست میاریم. این نقطه قوتی و باید هم همینطور باشه، برای اینکه مکانیک نیوتونی در خیلی کارایی داشته و با داشتن نسبیت آمنشتن نمیتونیم از قانون حرکت نیوتونی صرف نظر بکنیم و بندازیم دور، بگیم که این دیگه اعتبارش از دست داد. اعتبارش از دست نداده مکانیک نیوتونی، بلکه فقط اون چیزی که میگیم مکانیک نیوتونی درسته برای سرعت‌های کم و برای گرانش‌های ضعیف. این سرعت‌های کم و گرانش‌های ضعیف هم معیار دادم، چی رو بگیم ضعیف و چی رو بگیم قوی. همه این کلمات قوی و ضعیف نسبیه، بستگی داره دقتی که شما به کار میبرین در اندازه گیری هاتون و در محاسباتتون چقدر زیاده و چقدر کمه. اگر خیلی دقیق میخواین کار بکنید، اون وقت باید اون جملاتی که من گفتم فی بر سی دو یا وی دو بر سی دو کوچک باشه، از اون صرف نظر نمیتونین بکنین و باید به حساب بیارین. اون پس بنابراین در حد گرانش های ضعیف قانون حرکت نیوتن رو درست به دست میاریم. ولی آیا چیزی اضافه بر اون چیزی که نیوتن گفته توی این درسایی که تا به حال خوندیم، حتی برای اون متری که جی تی تی که شپمنگاسکی که داریم وجود داره یا نداره؟ چیزی جدا از اون چیزی که نیوتن گفته در این فضای خمیده شپمنگاسکی وجود داره یا نداره؟ و اون این مثال اتساع گرانشی زمانمون بود که آمدیم گفتیم یه ساعت بذاریم کف اتاق و یکی دیگر بذاریم بچسبونیم به سقف اتاق. اون وقت کف اتاق در گرانش پتانسیل کمتری قرار گرفته، سقف اتاق در پتانسیل بالاتریه به اندازه جی ایج اگر ایج ارتفاع اتاق باشه. اون وقت و مثل این که چون شتاب و گرانش هم با هم دیگه یکسان گرفته شدن، مثل این که ساعتی که در کف اتاقه به ساعت سقف نگاه بکنه، این ساعت سقفی با یه سرعتی ازش دور میشه، با یه شتابی ازش دور میشه. ببینید معنای اتساع زمان که الان داریم صحبت میکنیم اینه دیگه. اصل اولی که پذیرفتیم گرانش در یه دستگاه مثل شتاب در یه دستگاه شتاب داره. اصل هم ارزی گرانش و دستگاه های شتاب دار. اگر این حرف رو قبول بکنیم و بخوایم برای این دو ساعتی که یکی رو در کف اتاق گذاشتیم یکی رو در سقف اتاق تعبیر بکنیم، من باید بگم که من کف اتاق نوشتم، ساعتم هم کنار دستم رومیزه، ولی اون ساعتی که در سقفه در میدان گرانش بالاتری از من، در میدان پتانسیل بالاتری از من. معنای این حرف برابر اصل هم عرضه این خواهد بود، از نظر من میتونم بگم که اون ساعت با یه شتاب حرکت میکنه و یه سرعتی داره. اگر با شتاب داره حرکت میکنه خیلی خوب،
وقت میکن نسبیت خاص به من میگه که باید اتساع زمان پیدا بکنه اگر داره حرکت میکنه. پس اتساع زمان به خاطر گرانش اصل هم ارزی است و اتساع زمانی که در فضای مینکاوسکی خوندین. این حرفایی که گفتم کسی میتونه برای من تکرار بکنه؟ همین حرفایی که زدم، دو تا ساعت یکی کف اتاق باشه یکی سقف، و من در مورد ساعتی که در سقف قضاوت بکنم با اتکا به اصل هم ارزی و نسبیت خاص چطوری باید توجیه بکنم این اتساع زمان رو؟ کسی میتونه این رو به من همین حرفایی که زدم تکرار بکنه؟ شما فرمودید که دو تا ساعت داریم که با از لحاظ فاصله گرانشی با همدیگه فاصله دارن، یکی کف اتاق و دیگری روی سقفه، و این پتانسیل گرانشی به صورت فاصله امسته به صورت تغییر و دور شدن از هم به همدیگه نشون میده. ساعتی که تو کف اتاقه فکر میکنه اون کی ساعت داره ازش دور میشه، داره عقب میره. من اینطوری متوجه شدم. درسته بله. و چون داره حرکت میکنه نسبت به شما، اون نسبیت خاص به شما میگه که ساعتون باید کنتر از مال شما کار بکنه. درست شد؟ بله. یه نفر دیگه این حرفا رو برای من تکرار بکنه. کی بود الان تکرار کرد؟ من فرشاد هستم. فرشاد. آقای کبیری دیر اومدین. حالا که دیر اومدین بگیم ببینم حرفای من تکرار میتونیم بکنین؟ خانم دانشور. شرمنده استاد، ببخشید دیر اومدم. میفرمایین سوال چی بود استاد؟ نه نمیتونم بگم. دیر اومده دیگه. بقیه. استاد فرمودید که دو تا ساعتمون به خاطر اینکه فاصله دارن از هم دیگه و هر دوشون توی میدان گرانش هستن، حالا تو دو تا دستگاه مختلف، به خاطر اصل همارزی گرانش و شتاب، اون ساعتی که توی کف اتاق هست اینطوری میبینه که ساعت دیگه داره ازش فاصله میگیره، در واقع حرکت داره نسبت بهش، و چون فاصله میگیره از نسبیت خاص چون داره ازش دور میشه، میتونیم بگیم که اون زمانش کنتر میذاره ساعت سقف. درست. یعنی اون کسی که کف اتاق نوشته به ساعتش نگاه میکنه، عقربه ساعت حرکت میکنه، دو تا حادثه میبینه. حادثه یک، اون دفعه پیش گفتم یه بشکن میزنم. حادثه دو، یه بشکن دوم میزنم. اون وقت فاصله زمانی اینا، من که در کف اتاق نوشتم دلتا تی یکه، اون وقت به بالایی که من نگاه میکنم این دلتا تی یک رو میگم برای اون شده است دلتا تی دو، و اون وقت تفاوتشون دلتا تی یک توی دو منهای دلتا تی یک تقسیم بر نسبتشون، حالا کسری بنویسم دلتا تی یک، و اون وقت اینا رو از روی متریک حساب میکنم. دلتا تا عبارت است از جی تی تی دلتا یک، بنابراین دلتا دی تی یک رو از اینجا حساب بکنم و دلتا تی دو رو حساب بکنم، بگذارم توی این فرمول، این رابطه رو پیدا میکنم. اون وقت نتیجه میگیرم که این ساعتی که در بالا قرار گرفته کنتر حرکت میکنه نسبت به من. حالا من اگر در کسی که در سقف نشسته به ساعت من نگاه بکنه، اون چی خواهد دید؟ خدمتتون عرض کنم که ببخشید من باز مجددا عذرخواهی میکنم، کلاس شدم. با توجه به فرمایشات شما جلسه پیش مثلا متوجه شدم فرمودین، ببینید ما یک فی یکی داشتیم و یک فی دویی،
نسبت به مثالی که شما خودتون جلسه پیش زدین، فرمودین که فی یک ما مثلا رو سطح زمین هستش، منفی 9.8 متر به منظور ثانیه است و فی دوی ما مثلا منفی 9.79 متر به منظور ثانیه هستش و عملا فی دوی ما منهای فی یک ما همواره مثبت خواهد بود نسبت به ساعتی که کف زمین هست و ساعتی که سقف زمین هستش، سقف اتاق هستش ببخشید. در این حالت خب طبیعتا چون شتاب گرانش برای اونی که بالاتر هستش، شتاب گرانش چون کمتر هستش، یه مقدار زمان برای اون کنتر میگذره و اون کسی که اون ساعتی که اون پایین هستش رو یه مقداری زمان اون ساعت پایینیه رو تندتر داره احساس میکنن، یعنی اون کسی که اون بالا هستش احساس میکنه ساعتی که پایین هستش یه مقدار زمانش داره سریعتر میگذره. اینطور من متوجه شدم از فرمایش شما. نه درست نفهمیدین. ببینید این فی دو منهای یک کف اتاق باشه، دو سقف اتاق. فی دو منهای فی یک رو اسمشو بگذارن جی ایچ، چیزی که در چیز نیوتونی به کار میبرین، این میشه جی ایچ. خب حالا این یک من بودم در کف اتاق نشستم، این دو اون شخصیه که در سقف اتاق نشسته و با ساعت خودش دلتا تی دو اندازه میگیره. اون وقت این دلتا تی دو دلتا تی یک برابر میشه با یک دو سی دو جی ایچ، یعنی دلتا تی دوی اون از دلتا تی دی من بیشتره. البته این دلتا تی دو رو من برای از اون میگیرم و این توی این فرمول میگذاره. حالا سوال بعدیم این بود، بعد کسی که در سقف نشسته به ساعت من نگاه بکنه، اینو چه جوری خواهد دید؟ نمیتونیم بگیم اونم کنتر میبینه، به خاطر اینکه اصل هم ارزی نازنین لخت رو داشتیم وقتی داریم من نسبیت خاص استفاده میکنه، پس اینم باید برقرار باشه. بله درسته. اگر جامون رو عوض بکنیم، من باید اینجا بنویسم دلتا تی یک منهای دلتا تی دو، اینجا هم بنویسم فی یک منهای فی دو، باز میبینین که این دفعه ساعت دلتا تی یک منهای دلتا تی دو بزرگتر از چیز. بنابراین همونطور که من ساعت بالایی رو میبینم کند حرکت میکنه، اون بالایی هم ساعت من رو خواهد دید که ساعت من کند حرکت میکنه. بازگردین. خب این یه چیزیست، چی بود؟ این اتساع گرانشی در مکانیک نیوتونی وجود نداره. بنابراین تا به حال از این درس که تا اینجا خوندیم، یه چیزی در گرانش انیشتن فراتر از اون چیزی که نیوتون میگه پیدا میکنیم، میبینیم. در معادله ژئودزیکش ندیدیم. در معادله ژئودزیکش چون گرانش ضعیف بود، همون قانون حرکت نیوتون رو به دست آوردیم. ولی در این یکی فراتر از مکانیک نیوتونی میده و میگه ساعت ها در میدان گرانش تند و کند حرکت میکنن، بسته به اینکه در گرانش پایین باشن یا در گرانش بالا باشن. و از این یه چیزی دیگه نتیجه گرفتیم، فرکانس نور و هر موج دیگر با وارون زمان تناوب اون متناسب است. حالا در اینجا شما بیاییم بگین که این دلتا تی یک لامدا بر سی چیزه، نوره.
طول موج نور باشه لامدا، اون وقت این به جای دلتا تی یک بگذارین لامدا بر سی، به جای لامدای دو بر سی، لامدای یک بر سی، یعنی یه نوری تشعشع میکنه. من در پایین طول موج لامدا میبینم، لامدا یک، اون یکی در سقفه در لامدا دو میبینه. پس بنابراین لامدا دو منهای لامدا یک تقسیم بر لامدا یک باید برابر باشه با این قانون، با یه علامت منها مثل اینکه ضرب کردیم در اینجا. بله، یا نیو ممکن من یه در این مثالم یه علامت اشتباه گفتم. نیو دو منهای نیو یک، درست فرمودید استاد، علامت درسته. اون فی یک فی دو اصلا کلا خودش رو منفی هستش، این فرمایش شما اینجا کاملا درست هستش. اینجا خیلی خوب، بسیار خوب. و بنابراین یه قاعده دیگر میبینیم، اگر من نور زرد سدیم بتابونم به سقف، نور زرد سدیم برای من هر طول موجی داشته باشه، دیتکتوری که در سقف گذاشتم همون نور رو دریافت میکنه با طول موجی بیشتر. دقت کردین یعنی معنای این حرف، معنای این فرمول یعنی چی؟ فی دو بزرگتر از فی یک در سقف، بنابراین عدد منفیه. پس لامدا یک منهای لامدا دو هم منفی باشه، یعنی لامدا دو باید بزرگتر از لامدا یک باشه. پس من نور زرد سدیم رو میتابونم به سقف، برای من طول موجش لامدا یکه، برای دیتکتوری که در سقف چسبیده لامدا دوه و این باید منفی باشه. پس بنابراین لامدا دو بزرگتر از لامدا یک باشه، یعنی نور وقتی که از میدان گرانش بالا میره، یعنی از گرانش های ضعیف میره به گرانش های قوی، باید سرخیده بشه. این حرف رو یک کدامتون برای من دوباره تکرار بکنید؟ کدامتون این حرفی نزدین؟ خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما طبیعتاً سقفمون دوباره بر اساس همون چیزی که شما فرمودین گرانش توی سقف ما بیشتره، یعنی گرانش زمین صحبت میکنیم. بله، گرانش زمین زمین رو سقف اتاق بیشتره و در نتیجه فی یک منهای فی دوی ما طبیعتاً باید منفی باشه عددش. خب بله. ما حالا این وسط، این وقتی منفی باشه، طبیعتاً اون سمت چپ رابطه که میشه لاندا یک منهای لاندا دو، خب اونم قاعدتاً باید منفی باشه دیگه. بله. و اونم منفی باشه، خب معلومه که لاندا دوی ما باید بزرگتر از لاندا یک ما باشه. درسته. و این حساب وقتی که اون نور تابیده شده، طول موجش، ما هر چقدر که به سمت سقف که میل پیدا میکنیم، طول موج ما بزرگتر خواهد شد. و در نتیجه به سمت سرخی این نور گرایش پیدا میکنه. که این رو فرمودین جلسه پیش، فرمودین که این یه شاهکار علمی بود که این بندگان خدا اومدن پیش گرفتن. بله. 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 آقای پوند و ربکا. حالا نور ستاره، یه نوری از خورشید میتابه و ما دریافت میکنیم در روی زمین. سطح خورشید هر چقدر برین بالا، پتانسیل گرانشی خورشید بیشتر میشه دیگه. این حرف درسته؟ مثل زمین دیگه، از شما زمین دور بشین، پتانسیل گرانشی زمین بزرگتر میشه. حالا از خورشید بیایم بیرون، نور از سطح خورشید بیاد بیرون،
همین نور زرد سدیم به ما که میرسه در زمین اون رو دیتکت میکنیم، دیتکتور ما اون رو سرختر از اون چیزی که در معمولا با تیفسنج خودمون اندازه میگیریم خواهیم دید. ببینید یه نور زرد سدیم از خورشید بیاد و منم یه چراغ سدیم گذاشته باشم رو میز، نوری که چراغ من نشون میده زردتر از نوری که از خورشید دریافت میکنم سرختر از نوری که رو میز من هست. هر دو چراغ سدیم من، یکی در خورشید یکی در روی میز من، و من با دیتکتورم نور خورشید رو دریافت میکنم، نور که از خورشید میاد دریافت میکنم، ببینم با اون چیزی که چراغ خود من نشون میده طول موجش بلندتره، همون سدیم در سطح خورشیدم تابش میکنه، در رو میز منم تابش میکنه. من این دوتا رو با دیتکتورهایی که روی زمین دارم اندازه میگیرم، مال خورشید رو سرختر میبینم از مال خودم، و بنابراین نوری که از کهکشانهای دور میاد به دو خاطر اینا سرخیده خواهند شد. یکی سرخیدگی گرانشی، یکی هم به خاطر سرخیدگی دوپلری که اون کهکشان ممکنه از ما دور بشه. چون عالم در حال انبساطه، یعنی همه چیز از هم دیگه دور میشه، ما که در کهکشان خودمون نشستیم به یک کهکشان خیلی دور نگاه بکنم اون کهکشان از من دور میشه. بنابراین یک سرخیدگی دوپلری خواهم دید به خاطر اینکه اون گرانش داره با سرعت از من دور میشه، یک سرخیدگی گرانشی خواهم دید برای اینکه اون کهکشان پتانسیلش خیلی قوی تر از اون چیزیه که من دارم رو میزم میبینم. اینا مسائل مربوط به منجمین میشه. استاد ببخشید. بله. یعنی این برعکس چیزیه که گفتید دیگه، یعنی این دفعه به جای اینکه نور از زمین مثلا از ناظر زمین برسه به ناظر سقف، مثل اینه که از ناظر سقف نور میرسه به ناظر زمین. یعنی اینکه انتظار، یعنی طیف ما طول موج کوتاه‌تری اندازه گیری میکنه، یعنی انگار نور آبی تری رو در از طیف. بله دیگه، نور از گرانش، میدان گرانش بالا بره سرخیده میشه، از میدان گرانش پایین تر بیاد آبیده میشه. بله. خب حالا یک قاعده کلی دیگر، این مبحث جدیده، هنوز شروع نکردیم این رو. در این نیم ساعتی که هست مقدمه ای بگم و بمونه برای ترم آینده، هر کدومتون درس میگیرین. ما در نسبیت خاص آمدیم گفتیم که قانونهای فیزیک برای تمام ناظرین لخت باید یکسان باشه، و ناظرین لخت هیچ امتیازی نسبت به همدیگه نداره، و برای اینکه این قانون ها رو در تمام دستگاه های لخت یکسان ببینیم گفتیم بهترین کار اینه که ما بیایم بگیم که کمیت های فیزیکی رو بیایم دستبندی بکنیم، کمیت های نرده ای، برداری، تانسوری از رنگ های
مختلف دو سه هرچی، به چی بگیم کمیت نرده ای، به چی بگیم بردار، به چی بگیم تانسور. برای اینا یه قانون تبدیل تعریف کردیم. اول از همه گفتیم که اکس میو بردار باش، و اگر خواستین از اکس میو برین به اکس پرایم میو، یه قانون تبدیل میخواین، دی اکس میو به دی اکس پرایم نیو. و این همون لامدا میو نیو بود که در نسبیت خاص داشتین، تانسور تبدیل لورنتز. و هر چهار چیزی که مطابق این قانون ترانسفورمیشن پیدا میکردن اونو گفتیم بردار. البته دو نوعش داشتیم، بردار پنوردا و بردار پادوردا، با هندیس های پایین یا هندیس های بالا. هر تک چیزی که تحت ترانسفورمیشن تبدیل از یه دستگاه مقتصاد به دستگاه مقتصاد دیگر مقدارش عوض نمیشد، اونم گفتیم کمیت نرده ای. کمیت نرده ای در فضای چهار بعدی. هر کمیت دو اندیسی که هر کدوم اندیساش مثل اکس میو ترانسفورمیشن پیدا بکنه، اونو گفتیم تانسور رنگ دو. هر تانسور سه اندیسی که مثل هر اندیسش مثل اکس میو ترانسفورمیشن پیدا بکنه، اون تانسور رنگ سه. فرق هم نمی کنه اندیسه بالا باشه یا پایین باشه، بالا باشه تبدیل همورد پادوردا، پایین باشه تبدیل همورد به کار میبریم براش. اون وقت حالا که کمیت چهار نرده ای، چهار برداد، چهار تانسور تعریف کردیم، گفتیم بهترین راه برای اینکه قانون های فیزیک برای همه یک جور نوشته بشه، بهترین راه اینه که قانون ها به صورت یه چهار نرده مساوی چهار نرده دیگر، چهار بردار مساوی چهار بردار دیگر، چهار تانسور مساوی چهار تانسور دیگر نوشته بشه و قانون ترانسفورمیشنش آشکار باشه. اون وقت اگر به این صورت بنویسیم قانون های فیزیک رو، اون وقت اشتباه نمی کنیم که حالا که من میخوام از یه دستگاه برم یه دستگاه دیگر چه کار باید بکنم. و به آشکار شما میتونین ناوردایی از یک دستگاه به دستگاه دیگر رو ببینین در قانون ها، و این خیلی کمک میکنه. ببینید معادلات مکسوئل که میخونین به این صورت نوشته نشدن، تحت تبدیل های لورنتز ناوردا هستن ولی آشکار نیست ناورداییشون. ولی وقتی که بر حسب اف میو نیو میایم می نویسین، بردار الکتریک، بردار مغناطیس رو میذارین کنار و همه اینا رو بر حسب تانسور میدان اف میو نیو می نویسین، اون وقت معادلات مکسوئل به صورت خیلی ساده جلوتون بگذارین، آشکارا دیده میشه که چی باید باشن. کسی یادش هست بر حسب اف میو نیو معادلات مکسوئل رو به من بگه؟ استاد روند ای تا اونجایی که من رو یادمه، روند ای در ای بر حسب اف میو نیو بگین. بر حسب بله. یادم رفت ببینم یادم میاد. ناهمگنش میکنم میشد روند یکی از ذرایب آلفا بتا اف آلفا بتا که میشد 4P3، بعد همگنش میشد جمع افامون انیساشون به ترتیب عوض بشه و نسبت به بتا و آلفا و گاما مشتق بگیر. باریکالله. ببینید این ناوردهای آشکار تو ذهن شما مونده بود،
حالا اگر ازتون میپرسید این معادلات مکسول رو بر حسب ای و بی بنویسیم برای من بگین، میتونستیم به همین سادگی جواب بدین؟ خانم زهره خانم میتونستین جواب بدین؟ همین الان بگم که معادلات مکسول رو برای من بخون، از ذهنی بخون، میتونستی جواب بدی به همین سادگی؟ خیر. ببینید این ناوردهای آشکار خیلی کمک میکنه. بنابراین معادلات مکسول، من اینطور بگم، چار دیورژانس اف می نیو مساوی یک سیوم جی نیو، جی میو جی کارنت بود، و چار دیورژانس دوالش مساوی با صفر. دوال هم تعریف کردیم. دوال چی گفته بودم به فارسی؟ کلمه دوال چی گفتم؟ دوگان. بله. برابر معادلات مکسول خیلی خیلی ساده، چار دیورژانس اف مینو صفر، ببخشید، مساوی جی میو، و چار دیورژانس دوگانش مساوی با صفر. به همین سادگی میبینید که آدم میتونه معادلات مکسول رو ببینه. حالا و چیزش، تبدیلش از یه دستگاه مختصات لخت به یه دستگاه مختصات لخت، یعنی تحت تبدیل لورنتز، آشکاره. دنبال یه همچین چیزی برای نسبیت، در مورد نسبیت عام هستم. اینجا هم بنابراین اون قاعده اول که بیایم قانون ها رو طوری بنویسیم که تحت تبدیل از یک مختصات عام به یک مختصات عام دیگر ناوردهای آشکار داشته باشن. برای این کار لازمه که من بردار، تانسور و کمیت نرده‌ای در دستگاه های خمیده رو بتونم تعریف بکنم، یعنی در دستگاه های غیر لخت رو، یعنی در دستگاه هایی که در میدان گرانش قرار گرفتن. این ستا اصطلاح هر سه الان برای من یه معنا میده. دستگاه مختصات که در میدان گرانش قرار گرفته، یا دستگاه مختصاتی که در یه مختصات غیر لخت قرار گرفت، یا دستگاه مختصاتی که غیر لخته، یا دستگاه مختصاتی که خمیده است. متریک که من می‌نویسم جی میونیو باید به کار برم عوض اتا میونیو منکاوسکی. بنابراین بردا این کمیت رو تعریف میکنم. بازم مثل مورد نسبیت خاص، اکسای مختصات تخته چهار تا اندیس داره، چهار مقدار داره، اینا رو به الفا نشون دادم، صفر، یک، دو، سه. یه دستگاه مختصات غیر لخت دارم، غیر لخت بی معنا که یا شتاب داره یا در میدان گرانش قرار گرفته، اون رو اکس میو بگم. اون وقت این اکس میو اسمش رو بگذارم مختصات عام و سای رو بگذارم مختصات منکاوسکی. میتونم دی اکس آلفا بالا یا دی اکس آلفا پایین اینا رو در فضای تخت موضعی به ترتیب بردار، پادوردا و هموردا نامیدیم و اینطور هم تعبیر کردیم. اگر من فضا بگم که اکس میو فضای خمیده است ولی دی اکس آلفا فضای تخته، معناش اینه که
در فضای تخت موضعی، یعنی فضای مماس بر فضا زمان خمیده در نقطه X میو. از هندسه قرض گرفتیم، گفتیم که در هر فضای خمیده در هر نقطهش میتونین یه صفحه مماس رد بکنید که با اون فضای خمیده در یک ناحیه کوچکی هم پوشانی دارن. اون وقت در روی صفحه مماس بردار میتونین تعریف بکنید، بنابراین انگار که در روی صفحه خمیده تعریف کردین. حالا میخواین در روی صفحه خمیده مختصاتشو بنویسین، باید بنویسین دی اکس میو به دی اکس آی الفا دی اکس آی الفا. دی اکس آی الفا مال فضای تخته، اینو میدونیم، این برداره در فضای مینکاوسکی. حالا قانون تبدیل اینه، این هم این پاد برداشت بود، این هم برداشت. الفا رو ببریم، وارونه بکنید این رو دیگه. پس من بردار رو در فضای خمیده اینطور درست میکنم، این مال فضای تخته، به این قانون تبدیل ضرب بکنم، این قانون تبدیل از فضای تختم به فضای خمیده است. این کمیت 16 تاییه. اون وقت پس دی اکس آلفا رو بردار گفتم، دی اکس میو هم بردار میگم، از روی این میسازم. این رو پاد وردا، این هم وردا. حالا اگر بخوام دی اکس میو رو بیارم پایین، دی اکس نیو رو بیارم پایین، قانون تبدیلش اینه، به جی میو رو ضرب میکنم. اگر اینجا یه اکس نیو باید باشه، اینم اشتباه شده، اینم اشتباه، این دی اکس نیو پایین بوده، در تایپ اینطوری رفته. وقت اینم قانون بالا بردم پایین بردم، با جی می نیو بالا پایین می بریم. در فضای تخت با اتا می نیو بالا می بردیم. خیلی خوب. حالا من می خوام ببینم که دو تا فضا دارم. یکی دی اکس پرایم و یکی دی اکس بدون پرایم. یا ببینم این اونه، نه هنوز مدلای فلان با فلان سازگارن، کافیست به جای جی میو نیو و جی می نیو از تعریف آنها ماده 9.5 جایگذاری کنیم. آها، این فرمول رو میخواییم بگیم که اندیس رو بیاریم پایین، استدلال میخواد. این استدلالش هم اینه، به جای دی اکس نیو بیارین اینو بگذارین و بعد اینا رو بچینیم پلوی هم درست بکنید و اون وقت به این جواب میرسین. اینه، این بالایی بود. صفحه بعد بریم. پس برابری ببینید در این صفحه اون چیزی که یاد گرفتیم. دیکسای الفا بردار فضای تخت. اگر به همچین چیزی، این قانون تبدیل از فضای تخت به فضای خمیده است، ضرب کردین یه دیکت میو به دست میارین، اینم بگیم بردار. چهار بردار در فضای خمیده، این چهار بردار در فضای تخت. حالا دو تا دستگاه خمیده داشته باشم، یکی X
x پرایم. قاعده تبدیل از x به x پرایم چیه؟ dx پرایم میو اگر برابر باشه dx پرایم میو به dx نیو ضرب در dx نیو و اندیس که در آنها dx پرایم میو به dx نیو و وارونش به ترتیب تانسورهای تبدیل از x به x پرایم میو و وارون اون از x پرایم به x میو است. اینا را میتونیم بررسی بکنیم که این پرایم به بی پرایم و بی پرایم به پرایم و دلتا میو نیوه. که روی نیو جمع میزنم. اینجا روی میو جمع میزنم. اینا روابط ریاضی خیلی ساده ایه. خب حالا ببینم چیکار میکنم. در معادله 5.22 از مشتق رابطه اول نسبت به رو و از مشتق رابطه دوم نسبت به x پرایم رو به دست میاریم. ببینم چیکار کردم. از این مشتق گرفتم نسبت به رو. ببینید این اینجاست، اینم اینجاست. اون وقت بیام این رو بازش بکنم ببینم چی میشه. دی اکس پرایم میو به دی اکس نیو اینا رو نگاه بکنید دیگه. در معادله 5.22 از مشتق رابطه اول نسبت به x رو و از مشتق رابطه دوم نسبت به x پرایم رو. از این نسبت به x رو و از این نسبت به x پرایم رو مشتق میگیرم. اون وقت یه مقدار اعمال جبری لازم دارین که به این برسین. ببین اینو بنویسین نسبت به d رو. این هم بنویسه نسبت به دی رو پرایم. اون وقت باز بکنید مشتق این در این بعد مشتق این در اون همینطور در اینجا و بعد یه چیز وارونی باید ضرب بکنید تا این به دست بیاد. اینا رو ساده بکنید. اینا باید بشینین چیز بکنید. حالا هر کمیت فی اکس که در تبدیل از اکس به اکس پرایم بیو ناوردا بماند کمیت نرده ای نامیده خواهد شد. یک کمیتی دارین فی اکس، یه مختصات اکس پرایم هم دارین. اگر این رو برین به اکس پرایم باید بنویسین فی پرایم اکس پرایم دیگه. ولی x پرایم خودش تابع از xه. اون وقت اگر فی پرایم x پرایم مساوی فی x باشه در تبدیل مختصات اینو خواهیم گفت نرده ای. هر چهارتایی وی میو که مانند دی اکس میو تبدیل یابد کاربردار و پادوردان آمیده خواهد شد. فی پرایم میو دی اکس پرایم میو به دی اکس نیو وی نیو. اینا ساده تر دیدنش. اگر میو پایین باشه اینو وارونه بکنیم پرایم رو از بالا بیاریم پایین. اون وقت هر کمیت وی میو مثل این رفتار بکنه یه بردار پادورد است. هم ورداست. اگر مثل این رفتار بکنه پاد ورداست. حالا این رو تعمیم بدین. هر کمیتی که
چند اندیسی باشه مثل تی پرایم، مثل تی نیو، هر چند تا میخواد اینجا باشه بالا، هر چند تا سیگما، هر چند تا میخواد اینجا باشه. هر کدام از این اندیس ها مثل یه بردار ترانسفورمیشن پیدا بکنه، اون رو خواهیم گفت تانسور. ببینید اینجا من نیو دارم، میرم به دستگاه پرایم، یه دی اکس پرایم میو به دی اکس نیو اینجا ظاهر میشه. اینجا یه سیگما دارم در پایینه، میرم به دستگاه پرایم، یه دی اکس سیگما به دی اکس پرایم لامدا ظاهر میشه در اینجا. اون وقت برای هر اندیس دیگر شما میتونید بالا باشه اینو بنویسیم، پایین باشه اینو بنویسیم. اون وقت هر کمیت این اندیسی که اندیس های بالای هم مانند اکس میو و اندیس های پایین هم مانند اکس دی اکس میو تبدیل شوند، تانسور مرتبه این نامیده خواهد شد، البته با ذکر نو اندیس ها که بالا هستن یا پایین هست. حالا کاری که من در اینجا کردم، کمیت چار در فضای خمیده برای رفتن از یه دستگاه خمیده به دستگاه خمیده دیگر قاعده گذاشتم. به چی بگم؟ چار نرده ای، چار بردار، چار تانسور رنگ دو، سه، چار یا هرچی. دی اکس میو برداره. برگردم عقب. این دی اکس میو برداره. قانون تبدیلش همینه. هر چهار چیز که مثل دی اکس میو تبدیل بشه اونم بردار خواهم گفت. این رو در اینجا میگم. این تانسور همون بود که در بالا برای دی اکس میو به کار میبرده. اندیس اگر پایین بود اینو وارونه بکنید. پس وی میو اگر قانون تبدیل اینه چهار بردار. اگر یه تکتایی فیش در اکس با فی پرایمش در اکس پرایم یکسان باشه، که البته این اکس پرایم رو باید از روی این اکس پیدا بکنید، وقت این فی رو خواهیم گفت چهار نرده ای. و تعمیم بدین رو، برای هر اندیسی یه قانون تبدیل داریم، برای پادوردا این، برای هموردا این. اگر این مراعات بکنیم اینا را چهار بردار، چهار تانسور در فضای خمیده میتونیم تعریف بکنیم، یعنی در فضایی که در میدان گرانشه، یعنی در فضایی که دارای شتاب و غیر لخت. گفتم که این صدا عنوان هر دو یه معنا میدن برای ما الان. و بقیه داستان این خواهد بود که قانونهای فیزیک از یه دستگاه غیر لخت به یه دستگاه غیر لخت باید به صورت چهار نرده ای مساوی چهار نرده ای، چهار بردار مساوی چهار بردار، چهار تانسور ها مثل چهار تانسور نوشته بشه و هم و ناوردایی آشکار داشته باشه. منطق این حرفا رو متوجه میشین دیگه، چقدر ساده است. ممکنه که محاسبات یه خورده گیجتون کرده باشه، این اندیس های بالا پایین گیجتون کرده باشه، ولی منطقش روشنه. قانون های فیزیک
در دستگاه‌هایی که در گرانش های مختلف قرار گرفتن، یعنی در دستگاه‌هایی که شتاب دارن، یعنی در دستگاه‌هایی که خمیده هستن، باید طوری نوشته بشن که هموردایی که ناوردایی آشکارشون دیده بشه. برای این کار لازمه که چهار نرده ای، چهار تانسور، چهار بردار رو برابر با قانونهای تبدیلشون تعریف بکنیم و قانونها به صورت چهار نرده ای مساوی چهار نرده ای، چهار بردار مساوی چهار بردار، چهار تانسور مساوی چهار تانسور نوشته بشن و کار رو راحت بکنی که آدم ببینی که قانون تغییر نکرده. منتها در نسبیت خاص تبدیل لورنس بود، در نسبیت عامی که داریم پیش میبریم تبدیل عامه. اکس میو با اکس پرایم نیو هر رابطه ای میتونه داشته باشه. سوالتون کی بود؟ سوال میکرد. خدمت شما عرض کنم که من یه نکته شما فرمودید که با توجه به رابطه فوق که همون رابطه 20 و رابطه 5 21 هست، چون دی ایکس میو یک بردار است، بنابراین هر چیزی که شبیه به آن تبدیل یابد نیز یک چهار بردار است یا یک بردار است. الان چهار بردار چهار بردار است. و این فضای چهار بعدی داریم کار میکنیم، حالا چه خمیده باشه چه نباشه. درسته. سوال دوم این چهار هم بنویسین، چهار ننویسین تا اشتباه نکنین، چهار بردار این. درسته. بعد سوال دومم، الان شما فرمودین که اگر ما دستگاه ما در یک میدان گرانشی باشد این بله. دستگاه خمیده خواهد شد چون شتاب دارد یا نه؟ ما دستگاه خمیده لزوماً دستگاه شتابدار نیست یا بالعکس همچین چیزی؟ ببینید این رو یه ذره بیشتر بفهمید. بفرمایید. دستگاه های شتابدار برابر قانون هم ارزی گرانش و شتاب انگار که دستگاه های گرانش در دستگاه های گرانش قرار گرفتن. اصل هم ارزی شتاب و گرانش equivalence principle، اصل هم ارزی همین بود دیگه. دستگاه های شتاب دار انگار که دستگاه هایی هستند که در میدان گرانش قرار گرفتن. یادتون رفته؟ نه استاد، درسته. بله. حالا یه تعبیر هندسی هم برای این امروز دارم به کار میبرم. قبلا هم به کار برده بودم، الان فراون تر به کار میبرم برای اینکه هندسه برای من آشکارتره. بر حسب هندسه صحبت بکنم راحت تر میتونم حرف بزنم. فضای خمیده و فضای تخت مثل صفحه ایکس وای خمیده است، تخت مثل سطح کره که فضای خمیده است، مثل سطح تخم مرغ که فضای خمیده است، مثل نمیدونم یه حضلولی رو بگیرین و بچرخونین دور خودش، فضای دو بعدی هست ولی فقط خمیده است. اون وقت با هندسه اصطلاحات هندسی صحبت بکنم آدم راحت تره. شما آسان میتونین تصور بکنین که به هر نقطه از سطح تخم مرغ یه صفحه تخت میتونین مماس بکنید. درسته این حرف؟ درسته. بله. خب پس یعنی دستگاه هایی که شتاب دار باشن، من یه بار دیگه اینطوری بگم دستگاه هایی که شتاب دار هستن بر اساس اون اصل هم ارزیمون انگار مثلا این دستگاهی هستن که توی میدان گرانشی هستن. حالا ما برای اینکه بتونیم تصور و یک سنس بهتری داشته باشیم، ما میایم اینطور تصور میکنیم که این دستگاه شتاب دار که انگار در یک میدان گرانشیه، انگار یه دستگاه خمیده است، انگار منحنیه، انگار کره است. همین آره، انگار کره است اینها. حالا ما برای اینکه بیایم مثلا یه تبدیلی داشته باشیم بین دستگاه خمیده و دستگاه تختمون، انگار این دستگاه تخت ما در یک نقطه‌ای روی این کره
مماس هستش. مماس هست. بله بارکلا. درسته. درست. بله. خب خب من میدونید چی الان یه ابهامی که الان پیش اومده میدونید الان چی هستش؟ تو واژه خمیده هست. ما معمولا دستگاه های خمیده رو توی درس ریاضی فیزیکمون و همین مختصات کروی و نمیدونم مختصات استوانه اینا مثلا دستگاه های خمیده، حالا شاید مثلا من اشتباه شاید متوجه شدم. نه ببین اون ببین شما فقط مثالاتون از فضای دو بعدی میارین. سطح کره فضای دو بعدی است، سطح تخم مرغ فضای دو بعدی است، سطح زین اسب که از یه طرف میبینین که خمیدگی به بالاست، از طرف دیگر خمیدگی به پایینه. زین اسب اینا فضای دو بعدی هست. منتها شما فضای سه بعدی خمیده سراغ ندارین، یعنی تصور نمی کنین. اون چیزی که از فضای خمیده تصورتون هست فضاهای دو بعدی هن، یا اینکه خطای منحنی هستن. اشکالتون در اینه با فضای خمیده سه بعدی آشنایی ندارین. حالا ولی هندسه این کار رو راحت میکنه براتون. شما برای فضای تخت سه بعدی دی‌اکس‌2 رو چی می‌نویسین؟ می‌نویسین دی‌اکس‌2 علاوه دی‌وای‌2 علاوه دی‌زد‌2. درست؟ بله بله. خب یا اینکه من با اتا آی جی بنویسم، دی‌اکس‌2 مساوی اتا آی جی دی‌اکس آی دی‌اکس جی به جای دی‌اکس‌2 علاوه دی‌وای دی‌زد‌2 که روی آی جیش جمع بزنم. میتونین تصور بکنین که من دی اکس دو بلاوی دی و آی دی زد دو رو بنویسم اتا آی جی دی اکس آی دی اکس جی. این کار میتونین بکنین یا نه؟ بله خیلی راحته. اتا آی جی تعریف بکنین یه ماتریس سه درسی یک 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 روی قطرش، این اتا آی و جملات غیر قطرش هم صرف باشه، اون وقت اتا آی جی دی اکس آی دی اکس جی بنویسین اتا یک یک به علاوه دی اکس یک دی اکس یک، اتا دو دو به علاوه دی اکس دو دی اکس دو، اتا سه سه دی اکس دی اکس سه. این میشه دی اکس دو بلاو دی وای دو بلاو دی زد دو دیگه. درسته؟ دقیقا دقیقا دقیقا. خیلی خوب. حالا فضای سه بعدی خمیده میخواین تصور بکنین، عوض اتا آی جی بنویسین جی آی جی، یه تانسوری که دیگه قطری و یک 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 نیست. و این برای شما فضای منحنی سه بعدی میده. و اگر در چهار بعد هستین عوض دی‌اکس‌2 مینکوفسکی که عبارت بود سی دو دی تی دو منهای دی اکس دو منهای دی وای دو منهای دی زد دو و می نوشتین اتا میو نیو دی اکس میو دی اکس نیو، دی‌اکس‌2 رو اینطور نوشتیم دیگه برای فضای مینکوفسکی، اتا رو برداریم بکنین جی مینیو و جی مینیو غیر از اتا مینیو باشه، اون وقت این یه فضای دیگری به شما میده که انگار شما فضای دو بعدیتون رو تعمیم دادین به چهار بعد. اینا رو میتونین هضم بکنید این حرفا رو؟ یه مدار استاد تصور میخواد، من صادقانه بخوام بگم. بله درسته، ما در چهار بعد که زندگی نمی کنیم، در سه بعد خمیدم که چیزی تصورش نداریم. فضایی که سه بعدی که ما همیشه دیدیم برای ما تخت بوده با دقتهای خیلی زیاد، هیچ وقت هم از اینجا نمیدونم یه میلیون سال نوری دور نشدیم ببینیم که آیا دی‌اکس‌2 رو میتونم بنویسم دی‌اکس‌2 بلاو دی‌وای دی‌زد‌2،
تجربه ای ندارم برای اون. فقط اصطلاحات هندسی رو قرض میکنیم، همون طوری که روی کره متریک رو چی مینویسیم؟ فاصله دو نقطه که مختصات شمنز دیتتا دیفی تفاوت دارن، متریک در روی کره را کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه را چطور مینویسیم؟ مینویسیم دیتتا دو به علاوه سینوس دوی تتا دیفی دو، درسته؟ در روی کره، در روی سطح کره که دو بعدیه، دو تا مختصات بیشتر ندارید. اونا یکیشو بگیم دیتتا، یکی رو دیفی. شعاع کره هم یک بگیرین که اون نگران آر نباشین. طول قوسی که بین دو نقطه در روی کره که مختصاتشون به اندازه دیتتا دیفی تفرق میکنه، این طول قوس چقدره؟ روی کره دو نقطه، چون جواب ندادی من دارم تکرار میکنم خودمو، روی کره دو نقطه بگذارین، نقطه اول تتا فی، نقطه دوم تتا به علاوه دلتا تتا، فی به علاوه دلتا فی، تفاوت مختصاتشون چقدر میشه؟ جواب بدین. روی کره دو نقطه بگیرین، تفاوت تتا و فیشون دلتا فی، دلتا تتا دلتا فی باشه. این حرف یکی تکرار بکنه برای من. روی کره دو تا نقطه در نظر میگیریم که تفاوتشون دلتا تتا دلتا فی باشه، تفاوت مختصاتش. خیلی خوب. بله. سوال بعدیم، طول قوسی که کوتاه‌ترین راه بین دو نقطه، اگر یه مورچه بخواد از یه نقطه، از اون نقطه اول به نقطه دوم حرکت میکنه، کوتاه‌ترین راه رو انتخاب میکنه دیگه، یه قوس انتخاب میکنه که کوتاه‌ترین راهه، درسته؟ روی کره اگه بخوای حرکت بکنی روی قوس حرکت میکنی دیگه. بله، روی خط ژئودریک حرکت میکنه. بله، طول این قوس چقدره برای این دو مختصه ای که دلتا فی دلتا تتا تفاوت داشتن؟ یکی جواب بده. برابره طول قوس میشه دیگه، تقریبا از هر مسیری بره یکیه. از هر مسیر ندارین، کوتاه‌ترین رو میری، یه مسیر بیشتر نیست کوتاه‌ترین. بابا چند دفعه اینو تکرار دیه کردم. ال دو، دیه ال دو به اضافه سینوس تو نمیشه؟ ال چی؟ ال از کجا آوردی؟ من فقط تتا و فی دارم. آه ببخشید، داره متناسب با سینوس دوی تتا نیستش؟ دی تتا دو به علاوه سینوس دوی تتا دی فی دو. بله بله درسته، دی تتا دو به علاوه سینوس دوی تتا دی فی دو. متریکتون یه ماتریس دو در دوه، روی قطرش یک، سینوس دوی تتا. این چی میونوشه برای دو بود در روی کره؟ درست شد؟ این درست شد؟ بله درست. بله، ببین اگر این دو نقطه خیلی نزدیک به هم بودن، شما یه صفحه تخت به ماس میکردیم بهش و میگین که خیلی حالا این، چون این نقاط خیلی نزدیک به همن، با صفحه مماس یکسانه، به فاصله شون رو مینویسین دی اکس دو بلاوی دی وای دو. حالا به جای دی اکس دو بلاوی دی وای دو، به مختصات آر و تتا که میرین، تتا و فی که میرین،
این دی اکس دو بلاوی دی وای دو میشه دی تتا دو بلاوی سینوس دوی تتا دی فی دو. یعنی به جای فضای مماس که اتامیونوش یک یکه، اینجا یک و سینوس دوی تتا چی مینیو؟ خب دهن من کف کرد، یک ساعت و نیمم تمام شد. امتحانتون کی گذشته آموزش؟ طبق زمانبندی آموزش امتحان قاعدتا اون چیزی که هستش امروز بوده، ولی خب شما فرمودین که باید ما ترم پراجکت خدمتون تحویل بدیم برای ده. نسبیت خاص، بعد اونم باز یه ترم پروژکت 5 صفحه ای هم داریم برای نسبیت عام هستش. این نسبیت خاصتون رو کی گفته بودم؟ همین امروز؟ نه، خدمتتون عرض کنم که نسبیت خاص رو فرموده بودید فردا، نسبیت عام رو فکر کنم 10 روز بعدش هستش. خب نسبیت خاصتون رو فردا بدین که 15 همه، درسته؟ 15 همه فردا؟ فردا 15 همه. من یه خواهشی داشتم استاد، اگر امکانش هستش یه 24 ساعت اضافه بکنید زمان رو. ما فردا امتحان الکترومغناطیس داریم، بعد این رو مثلا 16 هم من خدمتون تحویل بدم پس فردا. شما اینا رو روز پنجشنبه به من تحویل بدین، جمعتون هم آزاد باشه برای خودتون، هیچ کاری نکنین، برین کیف بکنین. خب 18 هم پس ایشالله 18 هم. بله. و بعد اون یکی رو 25 هم یه هفته بعد. بله یک هفته بعد، یه پنجشنبه دیگر. و اون وقت اون پنجشنبه من یه امتحان شفاهی خواهم کرد ازتون، باید حاضر بشین. هر چند نفر هستین؟ هر چند نفر موندین حاضر بشین و هر کدامتون به اندازه نیم ساعت برای من صحبت بکنین، که ما میکنم 4 نفرین یا 5 نفرین، 6 نفر، اینجا 4 نفر بیشتر نیستین. روز 25 هم. بله. خب پس من یه بار دیگه برای دوستان این رو عبارت رو تکرار بکنم. ببینید ما روز 18 هم یه ترم پراجکت داریم در مورد نسبیت خاص. بله. آخر وقت روز 18 هم هستش، 10 صفحه. بعد یک هفته بعدش هم یه ترم پراجکت داریم در مورد نسبیت عام، اونم 5 صفحه هستش، فونت استاندارد بینازنین 14 با فاصله خطوط استاندارد 1. این ترم پراجکت ها هست. 25 هم امتحان شفاهی داریم، هر نفر به مدت نیم ساعت باید بیاد مطالبی که در این ترم به اصطلاح استاد درس فرمودن رو ارائه بده به صورت شفاهی. من سوال خواهم کرد ازتون. آها بله بله ببخشید. من سوال خواهم کرد که و که کدامتون چی بگین و امتحان شفاهی دیگه، من سوال میکنم شما جواب میدین. درست. بسیار. جلسه بعدیمون هم استاد ایشالله یک شنبه 5 دی ماه خواهد بود. یک شنبه؟ چرا دی ماه؟ امروز فرمودین جلسه. نه، جلسه کلاسی استاد، کلاسمون، چون امروز فرمودین جلسه آخر هستش. بله. جلسه بعدیمون ایشالله یک شنبه 5 دی ماه خواهد بود، چون از شنبه 4 دی ماه ترم جدید شروع میشه. درسته. بله. ما ایشالله یک شنبه 5 دی ماه ایشالله دوستان ساعت 11 دیگه آنلاین باشن سر کلاس. بله. برای ادامه مباحث امروزمون. بله. خانم بازرگان شما میشنوید؟ این حرفای ما رو میشنوید؟ خانم بازرگان؟ بله شنیدم آقای دکتر. خب اینام یادتون باشه و این تکلیف هاره که تحویل میدن اینا رو جز بایگانی مسائلشون منظم بکنید به من بدین. مرسی، خیلی ممنون. استاد ببخشید، من فصل جدیدم میتونم تو کلاس شما شرکت کنم؟
بله میتونین شرکت بکنین. متشکرم. ممنون. بعد لینک هم فکر کنم همین لینک هستش اگر اشتباه نکرده باشم برای جلسه یک شنبه پنج دی ماه. بله بله لینک همینه. بله. دست شما درد نکنه استاد. خسته نباشی. مرسی خیلی ممنون. خدا حافظتون. ممنون استاد. خسته نباشی. فقط ببخشید استاد برای جلسه رفع اشکال شما تا قبل از 25 دانشگاه تشریف میارین؟ من ممکنه بیام ممکن نیام ولی تلفن بزنی من همیشه جواب میدم بهت. درسته ایشالله روز 23 سه‌شنبه حالا من تماس میگیرم خدمت خانم بازرگان قبلش جویا میشم. دست شما درد نکنه. خسته نباشی. مرسی. خارج بشیم یا نه؟ خداحافظتون. خدا نگهدار.